آیا کلم خام و اعضای خانواده کلم خاصیت ضد سرطانی داره؟ چه ترکیباتی در اعضای خانواده کلم وجود داره که خاصیت ضد سرطانی داره؟ دوستان عزیز سلام، امیدوارم سالم و سلامت باشین. امروز قرار است در مورد کلم و اعضای خانواده کلم و خواص ضد سرطانی اونا صحبت کنیم، به اینکه چه ترکیباتی در اونا وجود داره که خاصیت ضد سرطانی داره. اگه علاقمند به موضوعات زیست‌شناسی هستین کانال رو سابسکرایب کنین تا در مورد جزئیات این موضوع صحبت کنیم. در ابتدا کلم چیست؟ کلم در حقیقت از جمله سبزیجات برگدار یا گیاهان دو ساله سفیده که هر سال رشد میکنه. این سبزی در حقیقت جزء سبزیجات چلیپایی هست و متعلق به خانواده یا فامیلی کلمسانان یا فامیلی براسیکا هست. ظاهر از او گرد یا بیزی شکل، همونطوری که خودتون هم تا حالا دیدیم، دارای برگهای نرم و سبز رنگ هست. مردم سراسر دنیا از کلم به روش‌های مختلفی استفاده میکنن، اما بیشتر این سبزی در سالادها به شکل خام و در بعضی از مواقع به شکل پخته مورد استفاده قرار میگیره. کلم از خانواده کلم بروکلی، گل کلم و کلم بروکسل هست. اما به صورت کلی چه مواد مغذی که ارزش تغذیه‌ای داره در کلم وجود داره؟ کلم منبع غنی در حقیقت از ترکیبات از جمله منگنز، فیبر رژیمی، کلسیم، مگنزیم و پتاسیم هست. همچنین ویتامین های از جمله ویتامین کا، ویتامین آ یا A، B6 و ویتامین E هست. حدود 100 گرم کلم چیزی در حدود 25 کالری انرژی داره و در حقیقت میشه برای کسایی که رژیم در حقیقت کم کالری دارن مورد استفاده قرار بگیره. و میتونیم اون به عنوان یه ماده مغذی سالم به رژیم غذایی خود رو اضافه کنیم. همچنین کلم سرشار از آنتی اکسیدان هایی هست که خاصیت ضد سرطانی دارن، مثل فلاونوئید ها، زاگزانتین ها، لوتئین ها، کولین و بتا کاروتین. اما چه ترکیباتی داخل در حقیقت کلم و اعضای خانواده کلم وجود داره که خاصیت ضد سرطانی میکنه و اونایی که سرطان ندارن پیشگیری از سرطان میکنه؟ قرار است در مورد چند تا تحقیقی که دو تا مقاله ایران به شما پین میکنم در مورد از اونا صحبت. در حقیقت موضوع تأثیر کلم خام بر سرطان یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر توسط ریسرچرها یا پژوهشگرای زیادی مورد بررسی قرار گرفته. بعضی از مطالعات نشون داده که مصرف کلم خام میتونه به عنوان یکی از عوامل پیشگیری از بروز سرطان مفید باشه. در ادامه به برخی از این مطالعات و تحقیقها و مقالاتی که در این رابطه است اشاره میکنم. یکی از جمله مقالات نشان میده که بر اساس تحقیقی که در یکی از معتبرترین نشریات اپیدمیولوژی چاپ شده، سبزیجات متعلق به کلمسانان سرشار از در حقیقت گلوکوسینولات ها هستند که ویژگی آنتی کانسر دارن، ضد سرطان دارن. کلم بخورین تا سرطان نگیرید. یک مطالعه دیگه، یک تحقیق دیگه در مجله غذایی و شیمیایی در سال 2014 نشون داد که مواد فعال موجود در کلم به ویژه سولفورافان میتونه از رشد سلول های سرطانی جلوگیری کنه. یعنی در داخل کلم ترکیب اسم سولفورافان هست که جلو رشد سلول سرطانی در حقیقت میگیره. این مطالعه نشون داد که مصرف کلم خام به ویژه به صورت روزانه به کاهش خطر ابتلا به برخی از سرطان مثل سرطان سینه، سرطان روده بزرگ و سرطان پروستات کمک. اگر ما این سرطان سینه و سرطان روده بزرگ و سرطان پروستات نگیریم، کلم و اعضای خانواده کلم مثل کلم بروکلی، کلم برگ، برگ کلم و انواع و کلم سنگ حتی گفته میشه یا کلمه سفت هست در رژیم غذایی خود رو قرار بده. یک مطالعه یا یک تحقیق دیگه نشون داد که مصرف کلمه خام به صورت روزانه در کاهش خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ موثره. در این مطالعه افرادی که رژیم غذایی از اونها داخل از اون کلم بود، یعنی هر روز کلم می‌خوردن، خطر کمتری برای ابتلا به سرطان روده بزرگ نسبت به افرادی که مادر نمی‌خوردن داشتن. یک مطالعه دیگه نشون داد که مصرف کلمه خام در کاهش خطر ابتلا به سرطان ازوفاگوس یا سرطان مری هم تأثیر داره. همچنین میتونه جلوگیری کنه از سرطان پروستات و سرطان سینی یا برست کانسر. در مطالعاتی که بهشون گفتم در کامنت ها دو مقاله قرار میدم که در مورد تأثیر کلم در از بین بردن سلول های سرطانی داره. سوال، پیشنهاد و انتقاد اگر داشتین در کامنت ها مطرح کنید. روز همگی شما بخیر. خدا نگهدار.